بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چوزوی و درد آورد روزگار، دیگر روزها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا میبینند و صدای مرا میشنوند. در این برنامه بیشتر به هم نو دوستی تمرکز شده است. باز هم طلوعی آفتاب و آغاز یک صبح پرافسانه دیگر، هنگامی که همه به سوی روزی تعیین شده خودشان حرکت می کنند. با طلوع این آفتاب، هنگام باز شدن فروشگاه های مواد ارتزاقی در بزرگترین بازار شهر کابل، این پیرزن این گونه به دکان های این مکان غرض پاککاری مواد ارتزاقی مراجعه می کند تا برای خانواده ای که یگانه سرپرست آن خانواده است نفقه دریابد. پیرزنی که با جسم خسته و ناتوانش در این مراحل زندگی با دشواری های این روزگار دست و پنجه نرم می کند. در خانه 5 تا دختر کنیم، 2 تا را روسی کنیم، 3 تا در خانه است. شوهر ندارم، بچه ندارم. بچه می داشتم، من اینجا سرک کار می کردم. دیگه در خانه هیچ چیز ندارم. این صبح تر این دکاندار ساده است، نان برای من آورده، نان آورده که بسیار گفتم نان بیاد، نان آورد. آلسه بجم بشم این نان چاشتم؟ آه اینم این نان چاشتم، از وارم به زور تلبیسیم که سرم در درد شد، نان بیار، سرم در درد شد، کیله آورد. در خانه چیز ندارم که برای منی. میگوید در مقابل هر بوری پاک کردن این مواد مبلغ 50 افغانی را دریافت می کند و ناگزیر تا پایان روزها برای به دست آوردن 100 افغانی این گونه سختی ها را متحمل شود. اینم قلوبی یک پیشرو تصمیر چند می تیسم؟ 50 روپه. دانه دانه باید پاک؟ آه دانه اول چغل می کنم، با دانه دانه پاک می کنم. 50 روپه می ده. در کل روز چقدر را باید پاک کنید؟ اینه 2 بوجه، یکی را پاک کنیم، یکی را نال پاک میکنم تا دیگر را دیگه. باید 50 را پا میکنم؟ آه از هر بوجه 50 را پا، 100 را پا اینه من کار میکنم. بازورم نان میخرم که خود میبرم، پشت دیگر چیز نمیگرد. خانه باز کرایی است یا چیز؟ کرایی است، تک ما 1000 را پا یک خانه را کرا گرفتیم. از فقر و بیکسی خودش در قلبش عقده هایی دارد و از ضربان قلبش نیز تیزتر می شود. دلم پرکت که کس کوی ندارم، کس کتیم کمک نمی کنه. خودم در سر سرک لوبیا می چینم. نال این نان خوردنم از بزور تلبیستم که نان بیاری که سرم در گرم. این مادر با همت آغاز هر روزش را این گونه حکایت می کند که با چه دشواری هایی می تواند به اعضای خانوادهش کمک کند. اول که بوجی را آوردن خالی کردن، پاک می چغل می کنم، باز می شینم برنجواری می چینم، باز روک روک پاک کده میرم در بوجی انداخته میرم. باز که خلا شد دیگر ناپاکیش جمع می کنم، جارو می کنم، کلش با دستشان می تم دیگر خلاصا. باز ایره دانه دانه؟ آه اینا ایره باز میچینم، میبینی نیاشه میچینم از پیش نیاشه. آه این اینجا من دادم. نه صبح که همه تا میایم دوره میزم سر دوکانا، باز چی میکنن؟
باز هر کس داشته می باشم میگه بیا از ما رو پاک کن. باز پاک می، اگر نباش پس خانه میرم چی کنم؟ بسیار سخت است بچه، از این قدر مر خوب است کن برادم نه، بسیار سخت است زندگی. میگوید در هفته گذشته تنها درو صاحب کار بود و تنها در هفت روز مبلغ 200 افغانی را برای خانواده‌اش توانسته بود به دست بیاورد. در این هفته که گذشت امروز که جمعه است، نه چند روز کار کردی؟ دو روز. دبسته هفته؟ دبسته هفته. نبود کار. دبسته هفته دو روز کار کردی. تو بازی خرچ خانه، کرای خانه؟ خب گفتم که چی نباشد. کار نباش باز این دکاندارا قرض میکنم خیر، باز بازتن لوبیا پاک میکنم، کار تا نمیکنم، باز میتن با نان میخرم میرم خانه، باز که کار شان شو باز پیسر از پیشم میگردانن که لوبیا ایشان رو بیچینم. مردم در دستاشان پاکت های میوست که میره بچه. دخترهای میگه اگه بیادر میداشتیم یا پدر بر ما پاکت های میوه میوست. خدا اگر آل بیادر به درد کس بخوره، خوار به درد کس بخوره، کس کسی رو نمیته. میگه ما سیر باشم به ما چی؟ کس کسی رو غم کس نیست. دلوی مردم سنگشته. دلوی مردم سنگشته بچه. از خوار بیادر که سرت نسوزه دیگه کی پروایت داره؟ از بدترین روز روزگارش میگوید که نمیتواند کار دریافت کند و در آن روزها نمیتواند به دخترانش خوشی ببرد. سخت‌ترین روز که نه کار پیدا نکنم هیچ چیز نیست، به خانه میرم هیچ چیز پیدا نمیشه. باز آمد تو جگرخون میگم؟ جگرخون باز بقه بخشامن چی را میگم دکاندارا را خیر مرک چند پا بده که من کار کردم میتم یا کاری تو باشه از دیگه کس کال من نان در خانه میبرم، کسی میتا کسی نمیتا میگه نی خاله پیش من نیست، این تو میگه نی نیست تک پیشم، اونو دیگه سخت تمام میشه که قرضم بتا خوب است و بچه قرضم کس نمیتا، او سرم سخت تمام میشه بسیار. خواستم از مردمی نیست که خدای پاک آرامی کنه او ارزانی کنه او کتی ما کمک کنه، خدای پاک کارا را زیاد کنه که کار کنیم. پیاز است، پودر است، برنج است، مکرونی است، روغن است، گوگرد است، بوره است، چای است، لوبیا است، کاغذ تشناب دو بندل، یک بوجیار، یک بسته نمک، یک خلطه کچالو، یک خلطه رومی، یک روغن دیگام، یک خلطه دیگام چی برنج. یکیش برنج پلویست یا شولهی؟ کدامش پلویست؟ خو این شوله ای خیر ببینه خدای پاک هر کس که کمک کده خدا کتش کمک کنه، کسایی که کمک کده خدا این طالع قبطش که در جمع کدنش نرسه، خدای پاک
جان جور دل بیغم از غم نگاهشان کنه، خدای پاک خیرشان بده. که کسای کمک کده الهی، من میگم جنت ها نصیبش کنه، اجا نصیبش کنه، خیر ببینن. بچه ندارم، شوهر ندارم، کمایگر این به بچه ها معلوم است، این به دکاندار بر کلش معلوم است. که من اینجا لوبیا دکاندارا را میچینم، و هم که باشه خوب، که نباشه پس خانه میرم. بسیار خوش هستم، ما خیر ببینیم. هر کس که کمک کده خدای پاک کتش کمک کنه، کمک خدا کتش باشه. ای رقم شناسی چطور هستی روز روزگارش؟ خون که جولیز دیگه، قم وقتی روزگارش خوب باشه چرا جولی گیر کنه؟ تک خدا سرخی و سفیده زده. خب 9120 رو پس اودایت شد. اینی باقی مانده است 1, 2, 3, 4, 4500. اینی 500 که ای بیچاره جوالی است، کار میکنم روز جمعه هم است. 500 از این 4500 دگام اضافه است از طرف برادر ما محمد رفیق عبدالله، الله جان جور که کمک کده خدا خیر نصیبش کنه. برادر تا خدای پاک جان نصیبش کنه، الله تعالی یک بتش بجم کدنش نه. با عزت باش، خیر بگی این حال یک مترک بگی بخیر مال تا جمع کو. او نگه یک مانده اونو مولی جمع کنم، بوری بچه ها برم نگاه میکنم. خب نگاه میکنم. سودای تا تسلیم شدی؟ اگر چیز کم بود باز با جان دکاندار بیاسایز. با عزت باش. این ایام بلد دوستای عزیزی بود برنامه امروز. ببخشین که امروز من تنام بودم، خاله جان دیدم 2 یا 3 بجه روز بود، حالا دم دم شام از دگفته و میشین آیستا آیستا دیگه. پروردگار عالم شما را هم خیر بده که کمک میکنین. این بود برنامه امروز. اگر کسی میخواست بر از این مادر جان مادر ما کمک کنه، ما شماره ما روی صفحه میای، زنگ بزنین، باز خاله را اینجا پیدا میکنیم، انشاءالله کمک شما را بر شان میرسانیم. سعیز چطور شدی تو؟ خیر ببینم. خوش شدی یا نه؟ خوش شدیم. برو بخیر باشی. این بود برنامه امروز، تا دیدار دوباره، الله حافظتان. بخیر باشی مادر. خدای پاک ثواب واسیلی تا کنه، خدا اجا نصیبت کنه الهیم، پروردگار مادرت جانک جور الهیم. برو بخیر مادرتم. ما سپاسگزاریم از آقای محمد رفیق عبدالله که از دنمارک مبلغ 14000 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بود، که مبلغ 9120 افغانی را مواد ارتزاقی به این خانواده خریداری کرده، مبلغ 4500 افغانی را نقدن به او پرداخت نمودیم و مبلغ 500 افغانی هم به کارگر نیازمند پرداخت گردید. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.